فقط خبرها. پیامدهای اعتراض‌ها در ایران، نگرانی از وضعیت چند هزار بازداشتی ادامه دارد. اولین واکنش یک مقام ایرانی به بازداشت حمید نوری در سوئد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران میگوید هویت فرد دستگیر شده جعلی است. پخش اعترافات دو مدافع حقوق کودکان در افغانستان. مقام ها میگویند سندی مبنی بر آزار جنسی دانش آموزان وجود ندارد. و 30 سالگرد انقلاب مخملی در چکسلواکی. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. نگرانی در مورد سرنوشت بازداشت شدگان و مجروحان اعتراض‌های دو هفته اخیر ایران و ابهام در مورد شمار کشته شدگان آن ادامه دارد. مقام‌های ایران از بازداشت چند هزار نفر خبر دادند و از اینکه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها فضای کافی برای بازداشت شدگان نیست. مدافعان حقوق بشر در مورد نامعلوم بودن نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری بسیاری از بازداشت شدگان هم ابراز نگرانی کردند و همچنین از احتمال تکرار فاجعه‌هایی مثل فاجعه کهریزک و مرگ شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دو سال پیش در زندان. در این حال نماینده وزارت اطلاعات ایران در مجلس گفته که بازداشت شدگان عمدتاً جوانانی با تحصیلات محدود و بیکار بودند. شاهد علوی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر با ماست. آقای علوی، نگرانی‌ها در مورد تکرار فاجعه‌هایی مثل فاجعه کهریزک، چه نشانه‌هایی وجود داره که آیا اصلا نشانه‌ای وجود داره که مقام‌های جمهوری اسلامی درسی گرفته باشن از اون چه که در کهریزک اتفاق افتاد؟ نه، متاسفانه این نشانه وجود نداره، به خاطر اینکه در نقطه مقابلش نشانه‌ای وجود داره که عملاً بازداشت‌های فله‌ای و به غیر قانونی و بدون در واقع حکم قضایی حتی در حال انجام، به این معنا که گویا در برخی از شهرها دوباره از این احکام کلی صادر شده که فرد امنیتی میتونه اسم افراد توش بنویسه. و البته دو نشانه مشخص ما داریم که میتونه ما رو بیشتر نگران بکنه برای تجربه فاجعه کهریزک، به این معنا که اولا خبری تایید نشده من رسیده که کهریزک باز شده، اون نمیتونم تایید بکنم یا روش زیاد تاکید بکنم، اما چیزی که مشخصه اینه که وزارت کشور به عنوان یکی از نهادهای امنیت کشور و شورای امنیت کشور که وزیر کشور رئیسش هست، اینها از سه‌شنبه هفته قبل طبق گفته یکی از مقامات وزارت کشور در گفتگو با من آمار بازداشت‌ها را دریافت نکردند. تا سه‌شنبه هفته قبل اینها 4523 زندانی داشتن، از اون تاریخ آمار ندارن. به این معنا است که دوباره وزارت اطلاعات سپاه و سایر نهادهای امنیتی در حال بازداشت فله‌ای هستند بدون اینکه جای آمار ثبت بشه. نگهداری مثلا نزدیک به 1000 نفر زندانی در تیپ 5 زندان فشافویه، در حالی که این تیپ در واقع حداکثر برای 250 نفر طراحی شده، به این معنا هست که اینا نگران نیستن که زندانی‌ها دوباره دوچار همون فجایع بشن. زندانی که زیر شکنجه که بهش میگن بازجویی فنی دست یا پاش میشکنه و به کرات اتفاق میفته، بعد از گچگیری در بیمارستان بلافاصله به همون بند کثیف فاقد امکانات برگردنده میشه. این به این معنا هست که ما باید انتظار داشته باشیم متاسفانه که خطر تکرار فاجعه کهریزک باشه. اینو باید اضافه بکنم که در همون تصاویری هم که از دیدار محمد جعفر منتظری پخش شد، حتی در عکسایی که فارس گرفته بود، کسانی می‌دیدیم که با دست و پای گچ گرفته نشسته بودند که مشخص بود اینا دو سه روز بازداشت شدن. به این معنا هست که یا به ادعای اینها در زمان درگیری جای شدن، یا به بر اساس در واقع دانسته‌های ما در زمان بازجویی این برای سرشون اومده و بدون اینکه درمان کافی بگیرن به همون فضای نامناسب برگردونده شدن. در تیپ 5 زندان فشافویه حتی در دستشویی‌ها هم زندانی میخوابه، زندانی‌ها حتی جای خواب ندارن. این به این معنا هست که باید انتظار داشته باشیم متاسفانه زندانیانی که به گفته سخنگوی وزارت اطلاعات یا در واقع معاون پارلمانیش بیسوادن، گویی بیسوادی جرمی هست که اینها رو مسحنجه میکنه. چون ما خبری هم داشتیم که یکی از دانشجویانی که آزاد از فشافویه گفته بود که با ما
برخوردهای چندان نامناسبی نشد، اما با غیر دانشجویان به شکل وحشیانه ای رفتار میشد. یعنی آقای علوی، ما تعداد دانشجویانی هم که دستگیر شده کم نبوده، اگر خیلی سریع بفرمایید. بله بله، در واقع انجمن یا بگیم شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرده بود که حداقل تا سه شب پیش، من خبر دارم، 50 بازداشتی داشتیم و فقط چند نفرشون آزاد شدن. این به این معنا هست که ما باید انتظار داشته باشیم که این آمار هم بیشتر باشه، چون کسانی هم بازداشت شدن بدون اینکه اعلام بشه یا شورای صنفی مطلع باشه. ممنونم ازتون آقای علوی، دختر گلتون هم ببوسید از طرف ما. وزارت ورزش ایران خواستار مداخله وزارت خارجه درباره ماجرای لغو برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در ایران شده است. اتحادیه جهانی کشتی در واکنش به اعتراض‌های خیابانی هفته گذشته در ایران، میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی را از ایران گرفت. این نهاد شرایط ایران را بی ثبات خوانده. پس از گرفته شدن میزبانی از ایران، خبرگزاری ایسنا خبر داده تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم تعطیل شده است. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران هویت حمید نوری را دروغین خوانده. کسی که به ظن جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در سوئد در بازداشت است. او گفته این موضوع توطئه است و پرسیده شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال 67 نقش داشته در آن کشور اروپایی چه کار می‌کرده است. حمید نوری اخیراً به ظن دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. آقای نوری گفته که او را با فرد دیگری اشتباه گرفتند. شاکیان و شاهدان پرونده می‌گویند آقای نوری با نام مستعار عباسی دادیار بوده و در اعدام‌ها نقش داشته. همکارم امید، باید یادآوری بهم بکنیم، امید منتظری اینجاست در استودیو با ماست. امید، پیشتر از وکیل، در واقع وکلای کسانی که بازداشت آقای نوری رو رقم زدن، آقای موسوی، کاوه موسوی، وقتی میپرسیدیم ایشون میگفت باور نمیکنه که آقای نوری ادعا بکنه که اون کسی نیست، که اما عملا این اتفاق افتاده. این اتفاقی که افتاده الان اینه که استراتژی حقوقی موکل و همینطور خود مظنون، یعنی استراتژی حقوقی مظنون و وکیل پرونده اساسا اینه که شما اشتباه گرفتین. اتفاقی که الان افتاده اینه، سکوت مقامات جمهوری اسلامی شکسته، برای اولین بار موضع‌گیری اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اومده اعلام کرده که این فردی که بازداشت شده اساسا نه دادیار بوده در اون زمان و نه مقامی داشته در جمهوری اسلامی. این به این معنیه که اساسا هویت این فرد رو جمهوری اسلامی هم تکذیب میکنه. ولی یه تحول دیگه هم اتفاق افتاده همزمان. سازمان مجاهدین فایلی رو منتشر کرده که گفته منتسب کرده به محمد مقیسه از قضات دادگاه انقلاب و علی رازینی از مقامات ارشد قضایی ایران، و توی این فایل گفته شده که، یعنی به طور تلویحی، هویت آقای حمید نوری تایید میشه. این در واقع تحول جدیدی که اتفاق افتاده. بی بی سی نمیتونه مستقلا اصالت این صداها رو تایید کنه، ولی این موضوع الان مطرحه که خب اگر این فایل درست باشه، این به این معناه که خب مقامات قضایی ایران در دهه 60 توی مکالمهشون هویت این فرد رو تایید کردن. ولی عملا دادگاه برای اینکه ادامه بده در واقع بازداشت آقای نوری رو و بعدها اگر قرار باشه که پیش برن، باید راهی برای اثبات جرم، یک چیز محکمه پسند باید پیدا بشه که ثابت بکنه که او همانی هست که میگن، و فعلا ظاهرا چنین چیزی نمیدونم. آیا تو با وکلا در تماس بودی و چنین چیزی وجود داره؟ ببین، الان اتفاقی که افتاده اینه که دو تا کار باید بکنن وکلای شاکیان و شاهدان پرونده. یکی اینه که ثابت کنن مظنون این پرونده همون کسیه که در زندان گوهردشت و اوین بوده در سال 67، و در مرحله دوم اگه قرار باشه تفهیم اتهام بشه به اتهام جنایت علیه بشریت، باید ثابت کنن که او در واقع نقش داشته و دخالت کرده. در واقع دو تا کار باید بکنن. و خب
اثبات جنایت علیه بشریت اونطوری که من داشتم صحبت میکردم با خود آقای کاوه موسوی که جزء شاکیان پرونده است، این بودش که نظرشون که زمان کمیه برای اثبات این اتهام، سخت اساسا، ولی در مورد هویت حمید نوری این مسئله مطرح بودش که خب این راحت تره. با این حال کار سختی پیش رو دارن به خاطر اینکه اساس این پرونده روی شهادت چیده شده. اونجوری که ما اطلاع پیدا کردیم خیلی از زندانیان سیاسی اون دوره که در زندان گوهردشت بودن و آقای حمید نوری رو دیدن الان احضار شدن به دادگاه برای شهادت. پرونده سختیه. سابق بر این هم وقتی که در دهه 90 میلادی پرونده میکونوس اتفاق افتادش، اگر یادتون باشه در اون پرونده هم 5 سال طول کشید، پرونده‌ای که 3 تا از رهبران حزب دموکرات کردستان در آلمان کشته شدند، 5 سال طول کشید، 247 جلسه بود، نزدیک 10 شاهد احضار شد. برای همین ما باید منتظر باشیم ببینیم که 12 دسامبر زمانی که دادگاه سوء تعیین کرده آیا بازداشت مجددا تمدید میشه و آیا حمید نوری تفهیم اتهام میشه یا نه. ممنونم از ادامه. امید منتظری همکار اینجا در استودیو. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبرهای امروز. نگرانی در مورد سرنوشت بازداشت شدگان و مجموعان اعتراض‌های 2 هفته اخیر ایران و اپام در مورد شمار کشته شدگان آن ادامه دارد. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران هویت حمید نوری را دروغین خوانده. آقای نوری به ظن جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در سوئد در بازداشت است. در ادامه برنامه، 30 سالگرد انقلاب مخملی در چکسلواکی. در پی نگرانی عفو بین‌الملل درباره ناپدید شدن 2 افشاگر آزار جنسی در مدارس، اداره امنیت ملی افغانستان گفته که این 2 نفر را آن اداره بازداشت کرده. موسا محمودی و احسان الله حمیدی، 2 مدافع حقوق بشر، وقتی به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند بازداشت شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مقام‌ها خواسته تا این 2 نفر را هر چه زودتر آزاد کنند. وزارت آموزش افغانستان گفته در حال بررسی موضوع است. یک نهاد پارلمانی هم گفته که هنوز شواهدی پیدا نکردند که صحت گزارش این 2 نفر را تایید کند. نسیر نوا گزارش می‌دهد. ظاهر شدن 2 مدافع حقوق بشر ولایت لوگر پس از 5 روز. یک نوار تصویری از آنها به این پرسش که کجا هستند پاسخ داد. آنها در اختیار امنیت ملی به سر می‌برند. در این نوار می‌گویند تحقیقشان درباره آزارهای جنسی در مدارس لوگر ناقص بوده. مشخص نیست که این اظهارات تحت چه شرایطی و چگونه گرفته شده. ریاست امنیت ملی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته یافته‌های تحقیق آن 2 نادرست و برای درخواست پناهندگی بوده. در اعلامیه این نهاد آمده که پس از نشر گزارش روزنامه گاردین از یافته‌های آقای محمودی و همکارش برای تأمین امنیت، آنها را به مکانی امن منتقل کردند. کمیته مدافعین حقوق بشر افغانستان اما این اقدام امنیت ملی را خلاف آزادی‌های فردی می‌داند. اگر قرار باشد که فضای مسکون برای شهروندان افغانستان به خصوص برای فعالین مدنی و حقوق بشری افغانستان ایجاد شود، باید دور دور افغانستان سیم خاردار بگیریم و به یک زندان تبدیل کنیم تا این مردم احساس مسئولیت بکنند. متاسفانه با هیچ وجه و با هیچ منطقی نمیتونیم قبول بکنیم که به خاطر کسی، به خاطر تامین امنیتش باید در زندان باشه. مجلس نمایندگان، کمیسیون حقوق بشر و وزارت معارف پس از نشر آن گزارش چند هیئت را برای بررسی این موضوع به ولایت لوگر اعزام کردند. وزارت معارف میگوید بررسی آنها هنوز تکمیل نشده، ولی آزارهای جنسی در محیط آموزشی به آن حد نرسیده. آمار ارقامی را که اینا منتشر کردند خودشان هم تایید کردند که سند، مدرک و شاهدی در قسمت وجود نداره، فقط اینا با جمع مصاحبه کردند. ولی این را هم ما رد نمیکنیم که هیچ قضیه آزار و اذیت در محیط تعلیمی و تربیتی در افغانستان وجود نداره. ما عموما در لوگر در خود داخل هیئت اعزامیه پارلمان اما صراحتا ادعاهای آزار جنسی را با توجه به نیافتن شواهد رد میکند. ای تو چیزی بدست نآوردم که او نشان بدهد که در ولایت لوگر
متعلمین تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشه، ولی تو اسناد زیادی به دست آوردیم که نشان میدهد که گزارشی که گاردین نشر کرده بود از قول محمودی صاحب این غلط و اشتباه به اثبات برساند. به باور بسیاری نشر این گزارش باید تلنگری به نهادهای مربوط برای ایجاد مسئولیت بیشتر مراکز آموزشی کودکان می بود. اما حالا به جای حل مسئله شاید صورت مسئله پاک شود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. اوریه مصدق مدیر شبکه تحلیلگران جنگ اینجا در استودیو به ما پیوسته. خانم مصدق، دولت عملاً و مقام‌های امنیتی میگن که این دو روزنامه‌نگار رو به دلیل اینکه جانشون رو حفظ بکنن به مکان امنی منتقل کردن. چقدر این صحت داره؟ خب من فکر میکنم که کاملاً یک دروغ محض و یک سرپوش روی عملکرد اداره امنیت ملی افغانستان است، به دلیل ای که این دو شخص روز پنجشنبه از منطقه نزدیک گلبهار سنتر از وسط شهر کابل اینا برداشته میشن و بعدش بر مدت پنج روز اینا حق تماس با خانواده، با وکیل یا با دیگه دوستای خود نمی داشته باشند. تلفن های از اینا کلا در اختیار اداره امنیت ملی قرار می گیره و شما چطور می توانید بگوین که در همچی یک حالت اینا را به خاطر حفظ جان از اینا حفظ کردن؟ اگر همچی یک موضوعی می بود، اول باید اداره امنیت ملی رسما می گفت که اینا در به خاطر مسئولیت نزد اینا حضور دارند و مسئله دوم باید خانواده ها و همکارای از اینا را در جریان می گذاشتند که متاسفانه چنین کار نکردن و از دید ما این یک اختطاف است که از طرف نهادهای حکومتی صورت میگیره. وزارت آموزش افغانستان هم در عین حال گفته که شواهدی پیدا نکردن که صحت گزارشی که این دو نفر نوشتن در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان در افغانستان رو تایید بکنه. چقدر فکر میکنید واقعا اونا تلاش کردن یا تلاشی هست برای سرپوش گذاشتن به اون چه که داره اتفاق میفته؟ بدبختانه یکی از مسائلی که در افغانستان خیلی رواج داره این است که کمیسیون های حقیقت یاب درست نیست و این کمیسیون های حقیقت یاب معمولا یک تعداد آدم های غیر مسلکی خودشان میرن و با یک تعداد آدم های غیر مسلکی تره که مثلا یک چند نفر از حکومت میره و با چند نفر حکومتی دیگه در یک جا میشینن، چای و قهوه میخورن و بعدش گزارش خود از اونجا تهیه میکنن و میان. گزارش های حقیقت یابی این رقم نمیشه که شما بره یک روز یا بره دو ساعت یا بره سه ساعت برین و با چند نفر از مقامای خود دولتی که اونا شاید خود از نادر قضایا دست داشته باشن ببینین و پس بین و گزارش بدین. گزارش های حقیقت یابی ماها را در بر میگیره. گزارش های حقیقت یابی شامل حالت رسی، وضعیت متضررین، شواهد، قرائن و تمام اسنادی که در دست است بر اساس از او صورت میگیرند، نه بر اساس ای که شما با خود به حساب مسئول یا کسی که حداقل تلاش کرده که سرپوش بگذاره روی این جرایم با اونا صحبت بکنین و گزارش تهیه بکنین. چقدر اصولا وقت زیادی نداریم، چقدر اصولا گسترده است مسئله آزار و اذیت جنسی دانش آموزان در افغانستان؟ متاسفانه من فکر میکنم که این یک موضوعی است که یعنی گزارش های وجود داشته از یا به شکل رسمی یا به شکل غیر رسمی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دو سال قبل گزارش را به این رابطه نشر کردن، نهادهای دیگه بارها این مسائل یادآوری کردن، ولی بدبختانه که توجه کمتری در این رابطه صورت گرفته. ممنونم از شما خانم مصدق. حوریه مصدق مدیر شبکه تحلیلگران جنگ. تشکر از شما. 30 سال پیش در چنین روزی حکومت کمونیستی چکسلواکی در پی هفته‌ها ناآرامی سقوط کرد. انقلاب این کشور که بدون خونریزی صورت گرفت به انقلاب مخملی معروف شد و زمینه رو برای گذر از کمونیسم به دموکراسی فراهم کرد. انقلاب مخملی در چکسلواکی نهایتاً به تشکیل دو کشور جدید چک و اسلواکی منجر شد. جان سیمپسون سردبیر بخش امور جهانی بی بی سی که این واقعه رو در سال 1989 پوشش داده بود، حالا به پراگ رفته تا با برخی از شخصیت‌های تاثیرگذار انقلاب این کشور صحبت کنه. پراگ این روزها آرام، زیبا و مملو از توریست هاست. باید 50 ساله یا بیشتر باشید تا فقر و سرکوب و خشونت زمان کمونیست ها را به یاد بیاورید. از زمان اشغال این کشور توسط شوروی در سال 1968 خیلی ها مقاومت کردند و زندانی و شکنجه شدند. علی‌رغم همه فشارها، تعدادی از روشنفکرها به رهبری نمایش نویس معروف واتسلاو هاول هرگز از مقاومت دست نکشیدند. سال 1989 آغاز یک تغییر بود. نسل جدیدی در خیابانها حضور داشت که از هاول و روشنفکرهای اطرافش حمایت میکرد.
مونیکا باخیروبا یکی از رهبران دانش آموزان در آن دوران بود که حالا خودش معلم است. او میگوید که حضور وسیع مردم در راهپیمایی های 30 سال پیش برای شگفت‌آور بوده. قرار بود در خیابان سخنرانی کنم و باورم نمی‌شد که صدها هزار نفر روبروی من ایستادن. اونجا بود که فهمیدم مردم دیگه نمی‌ترسن. فکر می‌کنم تغییر نسل خیلی مهم بود، چون امثال پدر و مادر من که در جوانی اشغال کشورشون توسط شوروی رو دیده بودن هنوز می‌ترسیدن، اما ما جوان‌ها هیچ ترسی در وجودمون نداشتیم. اما مخالفانی که سالها در برابر پلیس مخفی مقاومت کرده بودند می‌دانستند که حکومت چقدر سرکوبگر است. مخالفان حتی وقتی در زندان نبودند فقط می‌توانستند کارگری کنند. یان اوبان که در آن زمان سخنگوی مخالفان بود دائم تحت نظر پلیس مخفی بود. And they came to question my wife the day before she was supposed to. مامورها یک روز قبل از اینکه همسرم برای وضع حمل به بیمارستان بره اومدن و اونو بازجویی کردند و متاسفانه ما اون شب بچه‌مون سقط شد. Can you forgive them now? میتونی اونا رو ببخشی؟ اگه می اومدن و تو چشام نگاه میکردن و عذرخواهی میکردن میبخشیدمشون. این کارو کردن؟ نه. من با یان اوبان در تئاتری حرف زدم که محفل اصلی مخالفان در جریانات انقلاب سال 1989 بود. دقیقاً روی همین صحنه بود که به بقیه رهبران مخالف گفت که حکومت کمونیستی سقوط کرده. شاید این بهترین انتقامی بود که میتوانست برای کودک سقط شده اش بگیرد. جان سیمپسون، بی بی سی نیوز، پراگ. کری لم، مدیر اجرایی هنگ کنگ، گفته نتیجه انتخابات اخیر نشان می‌دهد که نهادهای زیر نظر او چطور با نارامی‌ها مقابله کردند. با این حال، او در اولین حضورش در میان مردم پس از پیروزی دموکراسی خواهان هنوز از اعطای امتیاز به برندگان صحبتی نکرده. خانم لم میگوید مردم میخواهند به زندگی عادی خود برگردند و دیگر طاقت آشوب را ندارند. بر مبنای نتیجه انتخابات از 18 شورای محلی در هنگ کنگ 17 شورا در اختیار دموکراسی خواهان قرار گرفته. میزان مشارکت در انتخابات 71% گزارش شده. در کولومبیا یک نوجوان که در اعتراضات ضد دولتی با گلوله پلیس به شدت مجروح شده بود جانش را از دست داد. دیلان کروز 18 ساله تبدیل به نماد اعتراضات در کولومبیا شده بود و تظاهرکنندگان در خیابان‌های اطراف بیمارستانی که در آن بستری بود با صدای بلند از او می‌خواستند که قوی بماند. ایوان دوک رئیس جمهوری کولومبیا هم از مرگ او اظهار تأسف کرده. آقای دوک قول یک گفتگوی ملی را داده و اعلام کرده که با رهبران معترضان دیدار می‌کند. فرانسه مرگ 13 سرباز این کشور را طی سانحه هوایی در مالی تایید کرد. حادثه پس از آن اتفاق افتاد که دو هلیکوپتر ارتش فرانسه با یکدیگر برخورد کردند. ارتش فرانسه میگوید دلیل برخورد دو هلیکوپتر احتمالاً نزدیک شدن آنها به زمین به منظور حمایت از نبرد پیاده نظام‌های این کشور با اسلام‌گرایان تندرو بوده. پس از اینکه گروه‌های تندروی اسلام‌گرا در شمال مالی ساکن شدند، فرانسه هزاران سرباز به این کشور فرستاد. شرکت اتومبیل‌سازی آودی میگوید با توافق با سندیکاهای کارگری 9500 شغل را تا سال 2025 حذف خواهد کرد. این فرایند در قالب بازنشستگی زودرس انجام خواهد شد. آودی میگوید با گذار به خودروهای برقی شماری از مشاغل به ناگزیر حذف خواهند شد و 6 میلیارد دلاری که از این صرفه‌جویی به دست می‌آید صرف ساخت ماشین‌های برقی و دیجیتالی کردن تولید می‌شود. تظاهر کنندگان مخالف دولت خیابان‌های اصلی بستر رو در عراق بستند. نیروهای امنیتی می‌خواستند خیابان‌ها را باز کنند اما با افزایش تعداد تظاهر کنندگان عقب نشینی کردند. تظاهرات چند هفته است که در شهرهای جنوبی عراق در جریان است. شرکت کنندگان به فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی معترضند. نفیس کوهنورد همکارم اینجا در استودیو با ماست. نفیس، وضعیت بستر چگونه است؟ مجید، بصره از اون چندین روز بود که تظاهرکننده ها و معترض ها سعی میکردن که بیشتر بنادر و راه های ورود و خروج به خصوص پالایشگاه های نفت و چاه های نفت رو ببندن که البته با واکنش
خیلی تند نیروهای امنیتی مواجه شدن و پراکنده شدن، اما از امروز مشخصا این راه ها رو بستن، به خصوص راههایی که به سمت مجنون میره، یکی از مهمترین من حوزه های نفتی عراق. بصره چیز عجیبی نیست این اتفاقی که داره میفته، برای اینکه تمام مدت در تمام سالهای گذشته بصره شاهد این اعتراض‌ها بوده و علتش هم اینه که شهری که روی نفت نشسته یکی از فقیرترین شهرهای عراق، یکی از شهرهایی که کمترین خدمات در اون در جریانه. من خودم سفر کردم، آب اونجا رو دیدم که چطور آبش واقعا آب رو باز می‌کردی گل میومد به جای آب. در چند مدت اخیر با اینکه شهردار و همچنین استاندار سعی کردن که وضعیت رو بهبود ببخشن، اما به نظر خیلی دیر شده و با توجه به این موج تظاهراتی که در حقیقت در نزدیک 2 ماه در جریان در عراق، بصره همه نگاه ها به اتفاقا به بصره بود که کی به صورت جدی به این تحرکات خواهد پیوست و از چند روز قبل خب مشخصا اعلام کردن که مدارس رو لغو میکنن و ادارات رو به حالت اعتصاب میبرن که این کار رو عملا کردن، ولی از یک طرف هم اعلام کردن، هم مقامات عراق اظهار نگرانی کردن که این کار باعث بشه که زیان خسارت بسیار زیادی به عراق وارد بشه، به خاطر اینکه اونجا یک شریان اصلی اقتصادی عراق و تظاهرکننده ها میگن که به ما ربطی نداره، وقتی ما هیچ نفعی از این در حقیقت ذخایر اینجا نمیبریم. خیلی هم طولانی شده اعتراض ها در عراق، عملا پیش بینی میشه کرد که در آینده نزدیک به کجا خواهد رفت؟ خیلی داره سخت میشه، گرچه هنوز هم سوال اینجاست که چرا استان ها به خصوص استان صلاح الدین، انبار و موصل که استان های سنی نشین هستن هنوز نپیوستن، حتی به اعتصاب اداری هم نپیوستن. نه تنها یعنی تظاهرات صورت نگرفته در این مناطق به صورت چشمگیر که به اعتصاب ها هم نپیوستن. از طرف دیگه در وضعیت بغداد وقتی نگاه میکنیم، الان یک نوع کمک رسانی داره انجام میشه به کسانی که در میدان تحریر هستن و این سوال رو پیش آورده که آیا کشورهای دیگه ای دخیل هستن یا دارن از این موج استفاده میکنن. برای همین هم هست که پیش بینی این که به کدوم سمت میره به رغم تمام وعده هایی که دولت داده و حتی دیروز اعلام کردن که قانون انتخابات رو هم اصلاح کردن، باز هم به نظر نمیاد که تظاهر کننده ها میلی به رفتن به خونه داشته باشن در این وضعیت. ممنون از نفیسه کوهنورد همکارم اینجا در استودیو. و ما به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه بی بی سی فارسی هستید.